کن. سلام و به ویژه برنامه ماهانه تغییرات آب و هوایی یورو نیوز خوش آمدید. در این برنامه با کارشناسان درباره کرونا، آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی گفتگو می‌کنیم. احتمالاً تأثیر تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی بر میزان دیوکسید کربن موجود در جو بسیار کم خواهد بود. اما نخست تازه‌ترین اطلاعات آب و هوایی ماهواره کوپرنیکوس. میانگین دمای اروپا در ماه گذشته یعنی ماه مارس 2 درجه پایین‌تر از میانگین دمای عصر پیشا صنعتی بود. تغییرات دمای هوا در اوکراین و بخش‌هایی از روسیه شدیدتر بود. در اوکراین دما 6 درجه و در روسیه تا 8 درجه بالاتر از میانگین بود. همین مناطق خشک‌تر از معمول هم بودند. می‌توان دید که رطوبت خاک و رطوبت نسبی در این دوره از سال پایین آمده بوده است. ماه مارس همچنین زمان خوبی است برای دیدن یخ‌های قطبی، چون پوشش یخی آب‌های اقیانوس در مرتفع‌ترین حالت خود است. اگر به این نقشه نگاه کنید، می‌توانید سراسر ناحیه قطبی را ببینید. نقاط سرخ رنگ کمتر از معمول و نقاط دیگر بیش از انتظار یخ دارند. روند معمول ذوب یخ‌ها کند شده، اما تغییرات سطح یخ را از 1979 به این سو مشاهده می‌کنید و می‌بینید که 6% کمتر از انتظار یخ در کار است. برای اینکه دریابیم بیماری همه‌گیر کووید 19 چه تأثیری بر محیط زیست داشته، با کارشناسان پیشرو در این زمینه گفتگویی انجام دادم که آن را می‌بینید. اروپا گویی دچار سکون است. با تعطیلی کشورها، خیابان‌های پر از خودرو خالی شدند. قطعاً این باید برای محیط خوب باشد و از برخی جهات چنین است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که چطور از حجم دیوکسید نیتروژن موجود در هوای فرانسه و ایتالیا کاسته شده، هوای شهرها تمیزتر شده، که خبر خوشی است. گمان نمی‌کنم بتوان گفت که این کاهش آلودگی طولانی مدت باشد. با این حال فکر می‌کنم این کاهش در کوتاه مدت مفید است. سطح آلودگی هوا در کل بر سلامت قلبی و ریوی جامعه تاثیرگذار است. پس تا زمانی که این ویروس در هوا هست، آلودگی هر چه کمتر باشد. کم شدن آلودگی هوا احتمالاً فایده دیگری هم دارد، چون شاید ویروس کرونا بتواند روی ریزگردها سوار شود. گرچه دانشمندان در این زمینه هم نظر نیستند، اما برخی چنین احتمالی را می‌دهند. وقتی ریزگرد به میزان مشخصی در هوا موجود باشد و این یعنی دود و آلودگی جوی زیادی در کار باشد، خود این امر میتواند به نوعی بزرگراه تبدیل بشود برای انتقال هرچه سریعتر این بیماری همگیر. گرچه افت ناگهانی آلودگی هوا رویداد سازنده است، اما با اینکه فعالیت اقتصادی کند شده، انتشار گازهای گلخانه‌ای هنوز ادامه دارد و سطح دیوکسید کربن موجود در جو بسیار بالاست. اگر به سطح دیوکسید کربنی که در جو زمین انباشت شده نگاه کنیم، خواهیم دید که انتشار سالانه این گاز نیست که حجم آن در جو زمین را کم و زیاد می کند، بلکه انباشت کلی آن از دوران پیشاصنعتی تا کنون است که این توده را تشکیل می دهد. بنابراین کاهش سطح انتشار این گازها در یک سال خاص بعید است که تأثیری بر سطح کلی دیوکسید کربن در جو داشته باشد. بیماری همه‌گیر ناشی از ویروس کرونا تأثیری فوری و اساسی بر محیط شخصی و کاری ما گذاشته است، اما تأثیر آن بر محیط زیست چطور بوده است؟ درس‌هایی که با پشت سر گذاشتن این بحران می‌آموزیم برای اندیشیدن به مسئله آلودگی هوا بسیار مهم خواهند بود. متأسفانه تغییرات اقلیمی همچنان ادامه خواهد داشت و با این بحران چندان تغییر نخواهد کرد. و در آخر اینکه آیا با رسیدن تابستان و هوای گرم این ویروس ناپدید خواهد شد؟ پاسخ نامعلوم است، چرا که هنوز اطلاعات کافی در این باره نداریم و متغیرهای زیادی در کار است، از جمله رفتار من و شما. پس مراقب باشید و تا برنامه بعد خدا نگهدار.